متشکر خدمت همه دوستان حاضر در اتاق. سلام عرض می کنم. قانون اساسی به عنوان قانون مادر در واقع پلن و نقشه حکمرانی رو نشون میده، چیدمان قدرت رو مشخص میکنه، چگونگی شکلگیری نهادها. همون مسئله‌ای که امروز ما باهاش روبرویم، همین بحث حاکمیت قانون، همین بحث حاکمیت اراده فردی، اینا از کجا میاد؟ از قانون اساسی داره میاد. یعنی اینکه ما امروز نمیتونیم حاکمیت قانون داشته باشیم، من نمیگم همه مشکلات ما به قانون اساسی برمیگرده، نه، خیلی چیزهای دیگر هم هست، اما قانون اساسی به عنوان یک قانون مادر که نشون میده که حکمرانی باید چگونه باشه، نهادها چگونه شکل میگیرن، توازن قدرت، همون چیزی که دوستان الان مطرح کردن، باید چگونه باشه، اینها همه، رابطه ملت و دولت باید چگونه باشه، ملت چه سهمی از قدرت رو داره، دولت و حکومت چه سهمی از قدرت رو داره، اگه به اختلاف برخوردن کجا باید اینو حل و فصل کنن. قانون اساسی همه اینا رو باید مشخص بکنه. یعنی اگر اینها مشکل داشته باشه، خب همین بنبست هایی که ما امروز باهاش روبرویم به وجود میاد. ما امروز چرا حاکمیت اراده فردی داریم؟ چون قانون اساسی ما اینو میگه. قانون اساسی ولایت فقیه رو تایید میکنه. اون وقت شما بیایید بگید که حاکمیت قانون مسئله رو حل میکنه. من شخصا معتقدم اگر یک ولی فقیه بخواد مبتنی بر این قانون اساسی به صورت موثق از همه قدرت خودش استفاده بکنه، همین وضعیتی میشه که امروز هست. مگر اینکه شما به عنوان اصلاح طلب یا تحول خواه، حالا اصلاح طلب، تحول خواهان که خب قائل به اصلاح قانون اساسی نیستن، اما اصلاح طلب ممکنه بیاد بگه که نه، اگر ولی فقیه آدمی بود که مثلا معتقد به حقوق ملت بود، معتقد به دموکراسی بود، میخواست از قدرت خودش یه مقدار چشم پوشی کنه، یه مقدار از قدرت خودش رو به مردم واگذار کنه، این وضع پیش نمی آمد. اما آیا قانون اساسی است که باید کنترل بکنه قدرت رو، یا اینکه ما باید اینو واگذار کنیم به شخص که شاید منصف باشه، دموکراسی خواه باشه، آزادی خواه باشه، اگه دلش خواست اینجوری حکمرانی کنه، حقوق ملت رو محترم بشموره، از حد اکثر حقوق خودش، قدرت خودش استفاده نکنه. آیا ما قانون اساسی رو اینجوری باید بنویسیم؟ مسئله اینه که ما دو بار قانون اساسی نوشتیم، دو بارش هم اشتباه کردیم. دلیلش هم من این میدونم که این اشتباه خب به دلیل جایگاه تاریخی ملت ما بوده. قانون اساسی نشون میده که یک ملتی در اون شرایط تاریخی چجوری فکر میکنه، چجور حکمرانی رو در نظر داره. شما ببینید در دو قانون اساسی ما که تاکنون داشتیم، مشروطه و 57، در هر دو قانون شریعت فصل الخطاب بوده. الان هم شما دو ستون اصلی قانون اساسی جمهوری اسلامی رو میبینید که قانون شریعت، همه جا تأکید شده، در همون فصل سوم حقوق ملت هم تأکید شده، در اصل چهار هم تأکید شده به شدت که همه قوانین بر اساس فقه و شریعت. یک اصل، یک ستون مهم اینه، یک ستونش هم ولایت فقیهه، یعنی حکومت فردی. شما نگاه کنید حتی در اصل فکر میکنم 57 میگه قوای سگانه
زیر نظر رهبری اعمال می شوند، عمل می کنند. این نقض تفکیک قواست. تاریخ سیاسی در جوامع بشری خب روندی رو طی کرده در جهت کنترل هرچه بیشتر قدرت حاکم و افزایش قدرت ملت، افزایش حقوق ملت، به رسمیت شناختن کرامت انسان، به رسمیت شناختن آزادی و الان به رسمیت شناختن برابری همه انسان ها. این مسیری است که بشریت تا الان گام به گام طی کرده و تلاش کرده شکل حکومت رو، چیدمان قدرت رو، اون نهادها رو و تعریف روابط میان نهادها و مردم و حکومت رو به گونه ای بیان بکنه و ترسیم بکنه که این خواسته ها در اون تحقق پیدا بکنه، یعنی حقوق مردم به حد اکثر برسه، امکان تضییع و پایمال کردن این حقوق توسط حکومت به حد اقل برسه، حکومت فردی حذف بشه، نهادها دموکراتیک باشن، قانون عرفی و دموکراتیک باشه تا اون توازن قدرت و قوا به وجود بیاد و حفظ بشه. و هرگاه این به هم خورد، میبینیم در کشورهایی که به هر حال قانون اساسی دارن یه راهکاری برای تغییر و اصلاح قانون اساسی به صورت مسالمت‌آمیز بدون خونریزی پیش بینی شده که بتونن مردم اعمال قدرت بکنن و اون رو اصلاح کنن. حالا کدوم یک از اینها در قانون اساسی جمهوری اسلامی دیده شده؟ هیچ یک. حقوق ملت همه مشروطه. شما در فصل سوم می‌بینید همه مشروطه به تأیید فقها و عدم مخالفت با اسلام که منظورش هم فقه. حقوق زنان همینطوره. یعنی تبعیض. یعنی شما قانونگذاری رو میبینید که در قانون اساسی جمهوری اسلامی اصلا بر عهده ملت نیست، بر عهده فقیهانه. هر چیزی رو که اونا تایید کردن، هر چیزی رو که اونها فکر کردن که مطابق با فقه هست، با نظر خودشون هست که اینا حالا بحثای مفصلی است، اون رو تایید میکنن، اگر نه رد میکنن. همین تفسیر قانون اساسی هم بر عهده باز فقیهانه که به وسیله حکومت و همون اراده فردی شکل میگیره. ملت اینجا اصلا چیکاره است؟ چرا باید مردم حاکمیت چنین قانونی رو بخوان؟ قانونی که به وسیله مردم وضع نشده و مورد خواست اونها نیست، حاکمیتش چه سودی برای ملت داره؟ من به عنوان یک زن عرض می‌کنم همین قانون حجاب افتضاحه. نقض کرامت زنانه، نقض آزادی انسانیه، نقض احترام انسانیه، ناقض آرامش و امنیت روانی و اجتماعی و شخصی افراد هست. خب این از کجا اومده این قانون؟ جز از ذهنیت فقیهان حاکم و نگاه اونها نسبت به شریعت. حالا شما هر چی هم در این سالها اومدین اثبات کردید که این دیدگاه هیچ ربطی به اسلام نداره، هیچ جایگاه موثقی در اسلام و تاریخ اسلام و حتی در میان فقیهان اولیه نداشته و نداره، تو کله اینا نمیره که. چرا؟ چون همین قانون اساسی به اینا این قدرت رو داده که اونجور که خودشون میخوان تفسیر کنن، اونجور که خودشون میخوان اعمال اراده بکنن. شما ببینید نهادهای قدرت بر اساس یک قانون اساسی شکل میگیره. مثلا مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان، قوه قضاییه زیر نظر رهبری مستقیم،
خب شما با این دم و دستگاه و با این تشکیلات، با اون بنبستی که ما الان درباره صندوق انتخابات برخوردیم که به خاطر چیدمان قدرت هست و استفاده حد اکثری حاکمان و ولی فقیه از قدرت خودش هست، چجوری میخواین مسئله رو حل بکنیم؟ خب این مسئله به همین چیدمان قدرت برمیگرده. الان حتی اگر در همین چارچوب قانون اساسی ما بخوایم حتی متقاعد بکنیم حاکمیت رو که آقا بذارید این قانون اساسی اصلاح بشه، بازم به درد ما نمیخوره حتی اگر موافقت بکنن، چون باز باید رهبری افرادی رو تعیین بکنه و آخرالامر هم اون اصلاحات پیشنهادی رو تایید بکنه. خب این بنبست به خاطر چیدمان قدرت هست که این قانون اساسی اون رو شکل داده. اما شما بیاین یه جور دیگه فرض بکنید، اگه سال 57 ما یه مقداری آگاه تر بودیم، ما یه مقدار جلوتر بودیم، از تجربه یه جوامع دیگر استفاده کرده بودیم، ملت آگاه تری بودیم و مثلا بعد از اینکه رژیم پادشاهی رو ساقط کردیم می آمدیم یک جمهوری سکولار مستقر می کردیم، یه رئیس جمهور، یه پارلمان مستقل، یک دستگاه قضایی مستقل، قوانین عرفی. آیا باز هم ما به چنین بنبست هایی که امروز برخوردیم بر می خوردیم؟ به نظر من بر نمی خوردیم. ما هر جای کار اشکال داشتیم دیگه یک قدرت مطلقه جلوی پای ما نبود، یک کسی به نام خدا و اسلام و پیغمبر جلو مردم نبود که تهدید بکنه که شما علیه ما بلند شدین، یعنی علیه پیغمبر پا شدید، علیه خدا و اسلام پا شدید. خب این حربه هایی است که بالاخره به ملت ما ده ها سال و شاید صد ها سال ضربه زده، آسیب زده و ما امروز میخواییم آسیب شناسی بکنیم. به نظر من قانون اساسی جمهوری اسلامی سازگاری با مقتضیات امروز، با زندگی امروز، با خواسته های انسان امروز به هیچ وجه نداره. ما در چارچوب قانون شریعت و زیر حاکمیت ولی فقیه، یعنی حکومت دینی، اساساً نمیتونیم زندگی خوبی داشته باشیم، کما اینکه نداریم. نتیجهش همین فساد، همین فاجعه است، همین به حاشیه رانده شدن ملت، به حاشیه رانده شدن کارشناسان، نخبگان، اساتید، صاحبان اندیشه و فکر. حتی ملایمترین افراد مثل اصلاح طلبان هم همواره به حاشیه رانده شدن. خب البته که ما مشکلات فرهنگی داریم، یعنی ما برای اینکه یک قانون اساسی خوب داشته باشیم و برای اینکه همون قانون اساسی خوب رو خوب اجرا بکنیم، البته لوازم زیادی میخواییم. یعنی صرف داشتن یک قانون اساسی بسیار خوب و دموکرات، من نمیگم همه مشکلات ما رو حل میکنه، اما بسیاری از مشکلات رو حل میکنه و خودش فرهنگ سازی میکنه. شما ببینید قوانین ما رو امروز نگاه کنین، تماما بر پایه تبعیض و نابرابریه. تبعیض میان زنان و مردان تو همین کشور ما که همیشه ما چشمامونو بستیم، هموطنان زیادی هستن که از حقوق شهروندی همواره محروم بوده و هستن. هنوز عده زیادی از مردم ما مثل بهایی ها حق تحصیل در دانشگاه ندارن، حق استخدام در ادارات دولتی ندارن، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن ندارن. ما چشمامونو به روی اینا بستیم. اینا بر اساس همین قانون اساسیه. تفاوت میان شیعه و سنی
و میزان مشارک سهم اونها در مشارکت سیاسی اجتماعی بر مبنای همین قانون اساسی داره تعیین میشه. خب این قانون، این قوانین ناقص، این قوانین نادرست و تبعیض آمیز اگر حتی کامل هم حاکم بشه مشکل ما رو حل نمیکنه. خیلی از همین قوانین هستش که برای ما ایجاد مشکل کرده. لااقل من در ارتباط با زنان و در ارتباط با اقلیت‌های دینی میتونم قاطعانه بگم که حاکمیت همین قوانین، قوانینی که امروز باید منسوخ دانسته بشه، حاکمیت اینهاست که امروز ایجاد تنش میکنه، ایجاد نارضایتی میکنه، مشکل برای ما آفریده. خب اگه ما بخوایم حاکمیت قانون داشته باشیم، باید قانون خوب داشته باشیم، قانونی که دلخواه ملت باشه. ما جایی باید هزینه کنیم و مثلا به حکومت فشار بیاریم که آقا شما قانون رو اجرا کن، اونجایی که اون قانون رو مناسب بدونیم، پسندیده بدونیم. اگر اون قانون اساسا خراب باشه، برای چی ما باید همچین هزینه ای بکنیم؟ ای که تعارض، تناقض، ما بریم فشار بیاریم، هزینه بکنیم حکومت قانونی رو برای ما اجرا بکنه که ما اصلا باهاش مخالفیم. بله، این حکومت حاکمیت قانون رو قبول نداره. باز هم البته یه بخشش فرهنگی تاریخیه. برای اینکه حاکمیت قانون شکل بگیره ما باید تمرین زیادی بکنیم، اما همین فرهنگ سازی و همین تمرین ها رو هم ما باید نهادهایی رو بسازیم که این اتفاق بیفته. اما آیا در حاکمیت ولایت فقیه و قانون شریعت ما میتونیم چنین نهادهایی بسازیم؟ در حکومتی که قانون اصلا یعنی فکر خود فقیه، خود فقیه هر تصمیمی میگیره اون قانونه، ولی فقیه هر تصمیمی میگیره قانونه، فقیهان چنین عقیده و باوری دارن، حکومت دینی اصلا مبنا و اساسش اینه. اینا البته قابل بحث، ممکنه کسانی غیر از این نظر داشته باشن، اما من معتقدم که حاکمیت قانون با حاکمیت شریعت در تناقضه. جایی که شریعت حاکم باشه ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که حاکمیت قانون شکل بگیره. چون شما ببینید خود آقای خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی دیگه، حرفایی که از ایشون نقل میشه، مثلا در پاریس ایشون چه چیزهایی گفتن و ما وقتی اومدن حاکم شدن چه کردن. من درباره همین مسئله حجاب شنیدم که البته موثق، خب ایشون در پاریس گفتن نه، هیچ اجباری نیست، زنا روسری سر کنن و اینا آزادن. اما وقتی اومدن و اجبار کردن، آقای بنی صدر میگه که من به ایشون گفتم آقا شما که تو پاریس اونجوری فرمودین. آقای خمینی میگه من اون موقع نظرم این بود، الان نظرم اینه. فقیهان اینجوری هن. من خودم دکترای فقه دارم، من میبینم، من دیدم، من اینو به تجربه خودم و با مطالعات خودم بهش رسیدم که فقیه اگر دیروز به یه نتیجه ای رسید و امروز به یه نتیجه دیگه، به راحتی میگه من امروز به این نتیجه رسیدم و این برای من حجت، و اونو نقض میکنه بدون توجه به این که آیا اون قانون عرفی بوده، آیا اون خواست ملت هست نیست. خب ما به نظر من در حاکمیت قانون شریعت و ولایت فقیه ما هرگز نمیتونیم بن‌بستامون رو حل بکنیم، و ملت ما امروز به نظر من به درستی بر اساس تجربه هایی که داشته، نه فقط در جمهوری اسلامی، حتی پیش از اون، به تدریج در این تجربه های تاریخی خودش به اینجا رسیده که باید از اینها عبور بکنه.
الان دیگه زمانی رسیده که باید قانون قانون عرفی باشه، قانون دموکراتیک باشه، دیگه حکومت دینی نباید باشه، دیگه هیچ کس نباید امتیاز داشته باشه بر دیگران. چرا باید نظر یه فقیه بر نظر یه کارشناس، یه حقوقدان ارجحیت داشته باشه؟ این برتری از کجا اومده؟ اینها رو ما دیگه امروز نمیتونیم توجیه بکنیم. دیگه امروز نمیتونیم بگیم که زن حقوق کمتری داره، یک غیر مسلمان حقوق کمتری نسبت به مسلمان داره. اینها دیگه پذیرفته نیست، قابل پذیرش نیست. دوره اینها سپری شده. و به نظر من ما داریم آماده میشیم برای عبور از این مرحله مهم تاریخی. من هم معتقدم که هیچ نیرویی نمیتونه جلوی این عبور رو بگیره، چون این یک حرکت تاریخی است و هیچ ملتی به عقب بر نمیگرده. همون نیروهای درون حکومت هم از همین ملت هست. اونا هم اگه آزاد باشن، اگه شغلشون در تهدید نباشه، نون شبشون مورد تهدید نباشه، اونا هم همینو میخوان. اونا هم میگن این حکومت دیگه جوابگوی نیازهای ما نیست، حقوق ما رو تأمین نمی کنه، حقوق انسانی ما رو تأمین نمی کنه و باید ازش عبور کرد. و من امیدوارم که نیروهای درون حکومت، نیروهای امنیتی، نیروهای نظامی و انتظامی که همه مال همین ملت هن، سرمایه های همین ملت هن، اونها هم به وطن فکر بکنن، به آینده این کشور، به آینده فرزندانشون، نه به قدرت حاکمان امروز. ببینید کسانی که اقلیتی که امروز قدرت دارند، بر دست انداختن بر ثروت‌های ملت، خب اینها رفتنی‌اند، معلومه دیر یا زود میرن. ما باید برای کشورمون و آینده این کشور و ملت برنامه ریزی بکنیم. و اون ملتی که به هر حال عاقل هست میتونه آینده بهتری رو واسه خودش رقم بزنه، خب اون ملت به هر حال پیش رو هست، پیروز هست. اگر که اون نیروها جلوی مردم بایستن و مانع بشن، به خودشون آسیب زدن، به کشورشون آسیب زدن، به مردم آسیب میزنن. من امیدوارم که ما در آینده به یک اجماعی برسیم. این بحث ها میتونه راهگشا باشه برای اینکه ما رو به اون نقطه برسونه، که ما به اجماع و توافق برسیم و به صورت مسالمت آمیز این مرحله رو انشالله ازش عبور بکنیم، برسیم به حاکمیت حقیقی ملت. تشکر.